یکی از جنجالی ترین و در عین حال مهمترین انتقال های تاریخ فوتبال ایران در هفته گذشته رقم خورد، جایی که سردار آزمون به تیم بزرگ روم به رهبری ژوزه مورینیو پیوست که میشه گفت در تاریخ فوتبالیست‌های ایرانی این مهمترین ارتباط با یک سرمربی در سطح جهانی درجه یک و پر افتخاره که نظیرش رو نداشتیم و از این حیث میتونه بسیار کمک بزرگی در جهت پیشرفت سردار آزمون بکنه. اما این انتقال حواشی بسیار زیادی داشت و دروغ سردار هم لو رفت که در ادامه به اون میپردازیم. از ابتدای این که این خبر مذاکره روم با سردار لورکوزن مطرح شد، هواداران روم اصلا استقبال خوبی نداشتن و از این خرید راضی نبودن. اونقدر این اعتراضات شدید بود که تییاگو پینتو مسئول نقل و انتقالات باشگاه روم شدیداً تحت فشار قرار گرفت. اما بالاخره این انتقال انجام شد و حالا بریم سراغ دروغ سردار. سردار آزمون در برنامه فوتبال برتر مصاحبه کرد که با مورینیو در شب بازی روم و لورکوزن گفتگو کرده. سردار عنوان کرد که قبل از انتقال به لورکوزن جوزه شخصا اون رو میخواسته ولی در نهایت به بایر لورکوزن رفته. در اون شب مورینیو به آزمون گفته تو من رو به پول فروختی و رفتی لورکوزن و این حرفا و کلی خندیدن و از این بحثا. اما مجدد سردار تاکید کرد که با تصمیم و نظر خود مورینیو به روم رفته. اما اخبار فعلی و اتفاقات همچین چیز رو نمیگن. ژوزه مورینیو چند روز قبل در جواب خبرنگاری که پرسی چرا انقدر مهاجم خریدید گفت خرید آزمون با نظر مدیریت باشگاه بوده نه من. این حرف جایی سندیت بیشتری پیدا میکنه که سردار با نظر مستقیم مورینیو از لیست اروپای روم خط میخوره. طبق توافق روم با یوفا در راستای فرپلی مالی اونها فقط میتونند از 5 خرید در رقابت‌های اروپایی استفاده کنند که ژوزه سردار رو از لیست اروپایی روم خط میزنه. با این حساب کار سردار خیلی سخت میشه برای رسیدن به ترکیب اصلی جالوروسی. اول اینکه اون یک مسئولیتی داشته و در دوران ریکاوری سر میبره. دوم اینکه تصاویر تست پزشکیش نشون میده اصلا آمادگی بدنی نداره و کاملا شکمش به چشم میاد. و در نکته آخر با حضور روملو لوکاکو و اندرا بلوتی اون گزینه سوم خط حمله روم هست که تا چند ماه دیگه هم تامی ابراهام از مسئولیت برمیگرده و کار برای سردار آزمون خیلی سخت‌تر هم میشه. باید دید آیا سردار میتونه عملکرد خوبی داشته باشه به ترکیب برسه یا اینکه به نیمکت روم پیچ میشه. و در نهایت سردار به سومین بازیکن ایرانی تبدیل میشه که در سری آ توپ خواهد زد. اولین بازیکن علی سامره بوده که در سال 81 قرضی از استقلال به پروژه ایتالیا رفته و 6 بازی برای این تیم انجام داده. چند وقت بعد رحمان رضایی دومین بازیکن ایرانی سری آ لقب گرفت. در ابتدا راهی پروجا شد، 38 بازی انجام داد و 2 گل به ثمر رسوند. بعد از پروجا راهی مسینا شد. از سری بی به سری آ با این تیم صعود کرد و جمعاً 108 بازی و 2 گل عمل کردش بود. بعد از 3 سال حضور در مسینا راهی لیبورنو شد. 21 بازی انجام داد، 1 گل زد و پایان دوران 6 ساله حضور اون در سری آ ایتالیا شد. و در آخر آرزوی موفقیت برای سردار آزمون زیر نظر ژوزه مورینیو در آیس روم رو داریم.